با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من ودا ایلکا در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه های تلویزیونی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران. خدمتتون عرض کنم در این برنامه ما امروز می‌خوایم در رابطه با زندان قرچک ورامین یا ندامتگاه زنان شهر ری صحبت بکنیم که یکی دیگه از شکنجهگاه‌ها و کشتارگاه‌هایی که جمهوری اسلامی بنا کرده و زنان زندانی و کودکانشون در شرایط در واقع میشه گفت قرون وسطایی دارن زندگی میکنیم، که ما میخواهیم در رابطه با این موضوع و وضعیت کلن داخلی زندان صحبت بکنیم، که در رابطه با این مسئله ما از شیوا گنجی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان دعوت کردیم که بتونن با ما همکاری بکنن. شیوا گنجی، با عرض سلام و خوش آمد به شما به برنامه ما. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ایلکای عزیز، همکاران محترمتون و همچنین بینندگان برنامه، در خدمتتونم. بله، من اولین سوالم اینطور هستش که زندان قرچک ورامین یا همون ندامتگاه زنان شهر ری در چه سالی تأسیس شده و کلن چقدر زنان یا حالا کودکان اونجا زندگی میکنن و نوع جرم اون زنان چین هستش؟ زندان قرچک ورامین یا ندامتگاه زنان شهر ری که در بین فعالین حقوق بشر مشهور به کهریزک دو، این ساختمان پیشتر مرغداری بوده و بعد از اون در اردیبهشت سال 90 این مکان تبدیل به کمپ ترک اعتیاد شده و بعد از اون انتقال زنان رجایی شهر و اوین به قرچک شروع شده. در مجموع این زندان 10 سالن داره و تبدیل به دو قسمت میشه، اندرزگاه که شامل 4 سالنه و بقیه سالن‌ها که مشاوره هستن. و اما آخرین آماری که از زندان به دست ما رسیده، من اینو نمیگم که 100% صحت داره یا ردش نمی کنم، ولی هلوهوش 1000 تا زن اونجا زندانی هستن. و اما بندی اسم بند مادران وجود داره که این بند خود شامل 30 تا خانمه که 10 نفر از این خانما در حال حاضر باردار هستن و 20 نفر باقی مانده صاحب بچه هستن که این 20 مادر 20 تا کودک دارن. از 2 یا 3 روزه سن این کودکان شروع میشه تا 3 ساله در این بند دارن در کنار مادرانشون زندگی میکنن. اما جرایمی که در زندان قرچک ورامین هست، قتل، سرقت، خانه های فساد، رابطه نامشروع، جعل و کلاهبرداری و مواد مخدر. و از 3 سال قبل زندان قرچک ورامین تبدیل به تبعیدگاه زندانیان زن سیاسی هم شده که در حال حاضر حکیم شکری اونجا داریم، آتنا فرقدانی، نگار حائری، شبنم مددزاده. این عزیزان جزء زندانیان تبعیدی بودن که در زندان قرچک پیشتر زندانی بودن. بله، سوال بعدی من در رابطه با اینه که وضعیت کودکان و بزرگسالانی که در اون زندان زندگی میکنن به چه شکلی هستش؟ یعنی بیشتر در رابطه با شرایط زندگیشون و مشکلاتی که احتمالاً دارن فکر میکردم بدونی. درسته، با بزرگسالان که با شرایط کنار اومدن، یعنی یه جور اجبار وجود داره که مجبورن کنار بیان، ولی اما کودکان متاسفانه در شرایط خیلی بدی از لحاظ خوراک و پوشاک، آب و هوا، هیچ امکانات رفاهی براشون وجود نداره، هیچ امکانات آموزشی براشون وجود نداره. این دارن اونجا زندگی میکنن، یعنی یه جوری دارن با زندگی دست و پنجه نرم میکنن. تمام امکاناتی که این بچه‌ها در طول هفته، ماها و سالیانی که اونجا در کنار مادرشون هستن، فقط اینه که هر هفته روزهای پنجشنبه مادر و کودکان یک شیرینی دانمارکی بهشون به عنوان تغذیه داده میشه. در طول هفته، تمام هفته رو تغذیه‌ای که به بقیه زندانیان داده میشه به این کودکان هم داده میشه، با این تخفیف که هفته 1 الی 2 بار بهشون شیر برنج میدن. هفته روزی 1 یا 2 بار هواخوری جدایی دارن از بقیه زندانیان که از اون هواخوری استفاده میکنن. وسیله بازی که این بچه‌ها دارن، تنها سرگرمیشون اینه که روزی 2 بار این که وقتی میان نهار یا شام رو پخش میکنن، اگه مسئول پخش کننده غذا آدم خوبی باشه و با بچه‌ها کنار بیاین، بچه‌ها آویزون میشن به این چرخ غذا و باش بازی میکنن. تغذیه بقیه زندانیان، این تغذیه بچه‌ها بود، تغذیه بقیه زندانیان با
واقعا فاجعه است. اونجا نه گوشت، نه گوشت چرخ کرده، نه لبنیاتی وجود نداره، یا ماکارونی با سویاست، یا غذا نپخته، یا غذا هم وقتی پخته میارن اون روز میریزن داخل ظرفای یک بار مصرف با داغ داغ که همون بوی غذا آدم رو اذیت میکنه، کیفیت غذاشون فوق العاده پایینه، آب شیرین اصلا در زندان قرچک وجود نداره و آب سردکنی که توی زندان هست همون آب شور رو استفاده میکنن، ولی چون آب رو در سطح خیلی بالایی سرد میکنه همه زندانیان فکر میکنن که این آب شیرینه. 90% این زندانیان متاسفانه توان مالی نه برای خرید آب رو دارن نه مواد غذایی از فروشگاه زندان. و اما من بعد درآمدی هم که بعضی از زندانیان اونجا برای خودشون دست و پا میکنن به زندانبانان کمک میکنن و در ازای این کمک هزینه ای به عنوان پول دریافت نمیکنن، بلکه 20 دقیقه مکالمه نسبت به بقیه زندانیان که در حالت عادی 10 دقیقه وقت مکالمه دارن، این زندانیان 20 دقیقه اضافه بهشون وقت مکالمه میدن که در بین بقیه زندانیان به ازای پولی که دریافت میکنن این تایم مکالمه رو میفروشن و زندگیشون رو با این میگذرونن. بله، سوال بعدی من وضعیت بهداشت، دارو و درمان و بهداری داخل زندان به چه شکلی هستش برای بزرگسالان و کودکان؟ قسمت قبلی هم اشاره کردم که اصلا آب شیرین وجود نداره در زندان، زندانیان معمولا با آب سرد حمام میکنن، مگه در بعضی مواقع که به حد نصاب که 30 نفر از دیدگاه زندانبان برسن و اعتراض کنن یه مقدار آب رو در حد ولرم براشون گرم میکنن که بتونن حمامشون رو انجام بدن. محل شستشوی خودشون و ظرفشون یه جاست، یعنی هیچ جای جدایی وجود نداره. کل اندرزگاه که شامل 4 سالن 8 تا حموم داره که بیشترین تعداد زندانیان در اندرزگاه وجود داره، و کل زندان قرچک 12 تا سرویس بهداشتی، سرویس دشویی داره که از لحاظ نظافتی فوق العاده کثیف و غیر بهداشتی و هیچ گونه نظافتی رعایت نمیشه. اما بهداری زندان که هیچ گونه رسیدگی به زندان نمیکنه. هول و هوش یه ماه و نیم پیش بوده که از تریبون زندان میخونن تا بعد تعطیلات بهداری تعطیله و هیچ دارویی نداریم. یعنی رسما اگه زندانی حالش بد بشه باید توی زندان قرچک بمیره. اونجا 10 تا الان در حال حاضر مادر باردار وجود داره. ممکنه هر لحظه این مادرها دچار مشکل بشن، بهداری تعطیله. و اما کسی که حالش بد بشه در حالت عادی باید نوبت بگیره، ثبت نام بکنه و نوبت بگیره که بخواد بره پیش دکتر و ویزیت بشه. ممکنه این نوبت یه روز طول بکشه، ممکنه یه ماه طول بکشه. دندون پزشکی 3 ماه یه بار، چشم پزشکی 6 ماه یه بار مراجعه میکنه به زندان که هزینه درمان با خود بیماره و باید بیماری که میخواد از چشم پزشک و دندون پزشک استفاده کنه باید حتما سمین کارتش پول باشه داخل این کارت و خودش این هزینه رو واریز بکنه. بله، در رابطه با جرایمی که شما اشاره کردید که زندانیان دارن، با توجه به این جرایم شرایط زندگیشون چجوری میشه؟ یعنی از نظر منظور امنیت جانی، به حال کودکانم اونجا هستن، این به چه شکل اونها اصلا امنیت جانی دارن یا مسئولان چجوری با این مسئله و مشکلات برخورد میکنن؟ چجوری یعنی میتونن کمکشون بکنن یا بالاخره تو اون شرایط اینا دارن زندگی میکنن؟ بله، متاسفانه در زندان قرچک هیچ نوع امنیت جانی چه برای بزرگسالان چه کودکان وجود نداره. در زندان بیشترین زندانیان مبتلا معتاد هستند و شیشه مصرف میکنن و بعد از این که شیشه مصرف میکنن یا هر نوع مواد مخدر دیگه، ولی شیشه بیشترین مصرف رو داره در زندان، دچار بیخوابی میشن، عصبی میشن، گاهن درگیری فیزیکی پیش میاد، خودزنی میکنن در بین زندانیان و نگهبان ها نسبت به وقوع دعوا، درگیری و مسائل اخلاقی که خیلی زیاده در زندان قرچک، در میان زندانیان بی تفاوتن، در اونا دخالت نمی کنن. مخصوصا امنیت جانی و مسائل اخلاقی و مصرف مواد و خودزنی سالن 1 تا 4 خیلی زیاده و خیلی راحت میتونی در این 4 سالن مواد تو خریداری کنی و مصرف کنی. ایدز و هپاتیت جز بیماری های شایعیه که در زندان خیلی زیاده و بیداد میکنه.
هیچ رسیدگی نمیشه. میگم در حالت عادی دارو ندارم واسه یه سرماخوردگی، چه برسه به این دو بیماری که خیلی نیاز داره مراقبت، نیاز داره مصرف دارو، نیاز داره، و این دو بیماری خیلی راحت اینجا میتونه به دیگرانم سرایت بکنه. چاقو، قیچی، لیوان شیشه و لوازم آرایش جز موارد خلاف و ممنوع در زندان محسوب میشه. اما در کمال ناباوری همه این وسایل ممنوع خیلی راحت در زندان پیدا میشه، در صورتی که در ورود هر زندانی 3 الی 4 روز قرنطینه داره، به بدترین شکل ممکن بازدید بدنی میشه و به زندانی میگن در بدو ورودت باید از فروشگاه زندان تو قاشق و لیوان پلاستیکی بخری و از لیوان و قاشق استیل و شیشه استفاده نکنی، ولی خیلی راحت پیدا میشه. مثلا میتونی با 200 تا 300 هزار تومان قیچی و چاقو رو تو زندان راحت بخری، یعنی خیلی به وفور پیدا میشه، خرید مواد خیلی راحته. خود بعد قسمت دیگه هم داریم که دوست دارم در این قسمت بهش اشاره کنم. بندی هست در زندان به اسم بند اجرایی، کسانی که زیر حکم اعدامن و هر لحظه ممکنه حکمشون اجرا بشه. این زندانیان معمولا خود زندان بهشون دارو میده، یا کاملا در حال خوابن یا گیجن، که طبق آخرین آماری که از زندان اومده این دارو دارویی که به سگ داده میشه، که به این زندانیان داده میشه. بله، و سوال آخر من از شما که به نظر شما که فعال حقوق زنان هستید، چه اقداماتی کلن جوامع حقوق بشری، فعالین سیاسی یا فعالین حقوق زنان میتونن انجام بدن و در واقع بتونن برای بهتر شدن وضعیت این زندانیان در داخل این زندان، منظورم که بیشتر تو شرایط کودکان، و حتی چه کار میتونن بکنن، چطور میتونن تلاش رو انجام بدن که بتونن در واقع این زندانیان رو آزاد بکنن و حتی بتونن به جامعه بالاخره این زندانیان برگردن و زندگی به حال عادی مثل همه مردم بتونن داشته باشن؟ ممنون بابت سوال خوبی که پرسیدی. اول از همه طی این 3-4 سالی که زندان قرچک ورامین جای زنان به زهکار شده از دید خودشون، به این صراحت و روشنی تا حالا هیچ گزارشی از زندان داده نشده، هیچ جایی منتشر نشده. الان با این اطلاعاتی که داریم، با این گزارش مفصلی که الان حدود 7-8-10 روزه گزارش واضح و روشنی بیرون اومده، بهترین کار اینه که اولا اطلاع رسانی کنیم، دوم این که تمام جوامع حقوق بشری با هم همکاری بکنن و روی این مسئله زوم بکنن. مثلا الان کاری که ما میتونیم انجام بدیم، یه جای امنی برای این بچه ها وجود داشته باشه. قطعا هیچ مادری دوست نداره بچهش چه 1 روز باشه چه 10 روزه باشه توی زندان بزرگ بشه. جای امنی وجود داشته باشه که این بچه ها بیرون از زندان رشد کنن، آموزش ببینن، تغذیهشون خوب باشه، پوشاکشون خوب باشه، تا بالاخره این مادرش از زندان آزاد میشه و دست بچهش رو میگیره میتونه بهش یک کمکی بکنه. بس بهترین کار و مفیدترین کار در حال حاضر اینه که 1 اطلاع رسانی بکنیم، 2 جوامع حقوق بشری دیدگاه همشون رو به زندان قرچک، یعنی زوم بکنیم رو زندان قرچک، چون با کار نکردن رو این مسائل قطعا حادتر میشه شرایطشون و خود زندانیان هم هیچ جرأتی ندارن. یعنی سر ماجرای ریحانه جباری که اطلاع رسانی شد، مدام ریحانه رو سرکوب میکردن تو زندان و بهش میگفتن تو میمیری، تو باعث میشی که ما دچار مشکل بشیم. ولی بعد از این گزارشی که از زندان قرچک به این واضحی و روشنی بیرون اومد، یکی از زندانیان که قبلا در زندان قرچک بوده و الان آزاد شده و یکی از زندانیان دیگه که در حال حاضر در زندان قرچک زندگی نامه خودشون رو نوشتن و خیلی راحت منتشر کردن، باید ترسی که در دل این بچه ها وجود داره از بین بره و این ترس رو باید ماها فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زن، میتونیم براشون کاری انجام بدیم، این کار رو انجام بدیم، چون واقعا زندان قرچک شرایط نامساعدی داره و این شرایط بیشتر و روز به روز بدتر میشه. اطلاع رسانی و کمک ماها فکر کنم خیلی کمک بکنه به این خانما، فرقی نمیکنه جرایمشون هر چی باشه، مهم اینه که انسان ها دارن اونجا از بین میرن و تلف میشن. بله، خیلی ممنون از توضیحات کاملتون، متشکرم و روزتون بخیر.
ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتی. موفق باشی. خیر. بله بینندگان عزیز، این مصاحبه را از شیوا گنجی فعال حقوق زنان مشاهده کردید. من فکر میکنم خب توضیح کاملی دادن، هرچند که تو این حدود نیم ساعت 20 دقیقه برنامه ما کلا همه چیش نمی گنجه، ولی حتما امیدواریم که باز هم بتونیم در رابطه با این موضوع و این زنان و وضعیتشون در زندان قرچک بنامین حتما بیشتر صحبت و بحث بکنیم، چون شرایط خب طبیعتا شرایط خوبی اصلا نداره، همینطور که ایشون خانم شیوا گنجی توضیح دادن. موضوع اینه که این برنامه هایی که ما میذاریم، تمام فعالین حقوق بشر و مدافعین حقوق بشر وقتی میان توی جامعه، توی در واقع مسائل رو میان توی کلان رسانه میرسونن و رابطه‌ای که بین مردم و زندانیانی که داخل زندان هستن به وجود میاد، این من فکر میکنم بهترین و زیباترین کاری هستش، چون خیلی از زندانی‌ها راحت میتونن، به حال البته خیلی هم راحت شاید نتونه باشه، مشکل هستش، ولی سعی میکنن که تماس بگیرن و در واقع مشکلاتشون رو بیان کنن و بگن، و این موضوع باعث میشه که فعالین حقوق بشر بتونن در رابطه این موضوع بیشتر کار بکنن، بیشتر به صدا در واقع صدای زندانیان رو و صدای اون کودکان و زنانی که تو اون شرایط واقعا قرون وسطایی دارن اونجا زندگی میکنن رو به جامعه و به دنیا برسونه، چون که به هر حال با اون شرایطی که جمهوری اسلامی بعد از 35 یا 36 سال در ایران به وجود آورده، طبیعتاً کسی زندگی خیلی خوب و خوشایندی نداره، حتی کسایی که بیرون از زندانهای جمهوری اسلامی هستند، ولی کسایی که تو اون شرایط در زندانهای جمهوری اسلامی هستند خب طبیعتاً زندگی سخت‌تر و مشکل‌تری رو دارن و فکر میکنم سخت‌تر از همه اون کودکانی هستن که واقعاً حقشون اون نیستش که در زندان به دنیا بیان یا بزرگ بشن تو اون شرایط، بچه‌ای که نه مسئله غذا، نه مسئله دارو، درمان، پوشاک، سرگرمی، هیچی نداره. فکر کنین تو اون شرایط این بچه باید بزرگ بشه، چرا؟ به دلیل اینکه مادرش مشکلی، حالا به هر دلیلی، مشکل سیاسی یا غیر سیاسی توی اون جامعه داشت، جامعه ای که در واقع ما باید مردم رو بیاریم توی میدون، بیاریم توی تمام جاهایی که فکر میکنیم لازمه بشه افشاگری کرد از این همه موارد و مسائلی که در واقع توی زندانهای جمهوری اسلامی پیش میاد. و اون چیزی که من الان از صحبتهای شیوا گنجی مخصوصا سوال آخرش متوجه شدم این بودش که افشاگری خیلی مهمه، این موضوعات رو ما باید اطلاع رسانی کنیم، باید کلن به دنیا بفهمونیم که بابا زندانهای ایران اینطوری مثل زندان اروپا نیستش که یه آدم اروپایی خیلی راحت مثل این که توی هتل داره زندگی میکنه. جمهوری اسلامی زندانهاشو در واقع کشتارگاه هستش، شکنجهگاه هستش، جایی نیستش که واقعا انسانها بتونن زندگی حداقل خیلی خیلی عادی بتونن داشته باشن، چون همه جور از هر جهت بخواین حساب کنین اونجا مشکلات هستش. کسی که خب به هر حال وقتی یه کودک توی یه زندان هستش، فکر کنید که اون کودک مریض هستش، باید چند روز تو صف باشه بره نوبت بگیره، تازه پزشک خوبی اصلا وجود داشته باشه تو بهداری زندان که این کودک رو ببینه و معاینه بکنه، یا اینکه حتی خانواده‌اش و مادرش و بالاخره کسی که با اون بچه توی زندان هستش. ببینید این شرایطی هستش که جمهوری اسلامی برای زنان به وجود آورده، زنانی که در واقع یکی از بزرگترین قشری هستن که در جامعه ایران هستن و قشری که همیشه فعال بودن و فعال هستند، حتی در داخل زندان، حتی در داخل زندان فعالیتشون کم نمیشه، هستن توی مسائل و در واقع مبارزه میکنن، تلاش میکنن، اون چیزی که به هر حال ما داریم توی جامعه میبینیم و حرکت هایی که پیش میاد به هر حال از طریق فعالین سیاسی، مدافعین حقوق بشر، این مواردی که هستش که ما باید دنبالش رو بگیریم، ما باید
بیاریم توی روزنامه ها، توی رسانه ها برسونیم، توی در واقع به دنیا نشون بدیم و دولت ها رو در واقع به قول معروف چی میگن، اونا رو بخواهیم، ازشون بخواهیم که بیان کمک بکنن و بتونیم شرایطی به وجود بیاریم که در واقع قوانین رو تغییر بدیم، قوانینی که به حال بشه از اون شرایط در واقع مردم رو در بیاریم و در واقع به جایی برسیم که به سرنگونی جمهوری اسلامی ایران قطع بشه. بینندگان عزیز، با پوزش خیلی زیاد چون وقتمون خیلی کم هستش، من فقط فکر کردم که خدمتتون عرض کنم، نظرات و پیشنهاداتتون رو فراموش نکنین، حتما در آدرس ایمیل و تلفنی که در زیر همین صفحه تلفن تلویزیون هستش لطفاً با ما تماس بگیرید، ما منتظر تماس هاتون هستیم. و در خدمتتون عرض کنم که این چیزی هستش که واقعاً خیلی میتونه ما رو کمک کنه در بهتر شدن برنامه ما. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم تا برنامه آینده.